انگشت اتهام نتانیاهو به طرف ایران در پی انفجار کشتی اسرائیلی. تهران تکذیب کرد. رویارویی این دو دشمن قدیمی به کجا ختم می شود؟ با یک پژوهشگر در تل آویو صحبت می کنیم که موضوع مقاله اخیرش رابطه اسرائیل و آمریکا در ارتباط با ایران است. در ادامه برنامه امشب. خیلی داستان ما روشن نیست. ما همش منتظریم ببینیم که شورای نگهبان چه اقدام خواهد کرد. جنب و جوش جناح‌های رقیب 3.5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری. آیا صندوق رأی هنوز راه خروج ایران از بن‌بست‌های سیاسی است؟ این موضوع بحث 60 دقیقه امشب است. بعد از یک هفته سکوت خبری درباره اعتراضات در سیستان و بلوچستان، یک هیئت تحقیق مجلس ایران از محل تیراندازی مرگبار به سوختبران بازدید کرد. The Crown. جوایز گلدن گلوب امسال گویهای طلایی در دست هنرمندان بریتانیایی سریال تاج. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک کشتی حمل خودرو متعلق به یک سرمایه‌گذار اسرائیلی که به دلیل انفجار در بندری در سواحل دبی پهلو گرفته، مناقشه تازه بین ایران و اسرائیل برانگیخته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که کار ایران بوده. رسانه‌های اسرائیل میگویند که اسرائیل به تلافی به نیروهای همسو با ایران در دمشق حمله کرده. مقام‌های رسمی ایران دست داشتن در انفجار کشتی را تکذیب کردند، اگرچه روزنامه کیهان نزدیک به رهبر ایران نوشته که حمله به این کشتی پاسخ نیروهای مقاومت به اقدام‌های اسرائیل در سوریه و عراق بود. اسرائیل از کاهش احتمالی فشارها بر ایران به دلیل روی کار آمدن دولتی جدید در آمریکا نگران است. ولی در روزهای اخیر نه تنها نشانه از مذاکره و گشایش نیست، بلکه فضا تندتر شده. در چنین شرایطی چقدر اوضاع به کام اسرائیل است؟ مواجهه ایران و اسرائیل در این دور ممکن است تا کجا پیش برود؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. این کشتی اسرائیلی هلیوس ری است که هفته گذشته به دلیل انفجار در دریای عمان سفرش نیمه کاره ماند. انگشت اتهام نخست وزیر اسرائیل حالا ایران را نشانه گرفته. مجری رادیوی سراسری اسرائیل در مصاحبه با بنیامین نتانیاهو از او پرسید که آیا این کشور به ایران پاسخی خواهد داد یا نه. اول بذارید بگم که بله، این عملیات کار ایران بود. این روشنه. و درباره جواب ما، شما میدونید که سیاست من واضحه. ایران بزرگترین دشمن اسرائیله. من هم مصممم که از خودمون دفاع کنم. ما الان همه جای منطقه داریم بهشون حمله میکنیم. و مهمترین مسئله هم اینه که ایران با توافق یا بدون توافق سلاح هسته‌ای نسازه، که به دوستم پرزیدنت بایدن هم اینو گفتم. کشتی هلیوس ری که متعلق به اسرائیل است، چهارشنبه از خلیج فارس راه افتاده بود تا به سنگاپور برود. اما پنجشنبه یا جمعه در دریای عمان با یک انفجار روبرو شد. و حالا اینجاست. بندر دبی در امارات. این کشتی حالا سوژه خبرنگارانی است که در تلاشند از راه دور از آن فیلم و عکس بگیرند. در تصاویری از این دست که در این مدت منتشر شده، اثری از آسیب در بدنه کشتی دیده نمی شود. اما فاصله خبرنگاران از کشتی زیاد است و هیچ کدامشان اجازه پیدا نکردند به آن نزدیک شوند. رسانه‌های اسرائیلی از روز نخست به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. یه مینه چسبنده دریایی بیرونش چسبونده شده. به احتمال زیاد یه کماندوی نیروی دریایی تو شب این کارو کرده. نکته دومم اینه که علت این کار اسرائیلی بودن کشتی بوده. دسترسی به اطلاعات مالکیت کشتی ها سخت نیست و ایرانی ها هم تو این مسائل پیش رفتن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید که در خلیج فارس توانایی نظامی قابل توجهی دارد. اما این بار ایران میگوید مطلقاً در انفجار اخیر دست نداشته. رژیم اشغالگر قدس مبنای تمامی ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها هست و این فرافکنی‌ها کاملاً خط روشنی رو داره. ما خلیج فارس و دریای عمان حوزه امنیتی بلافصل ما هست. اجازه نخواهیم دادش که با این حرف‌ها و با این اظهارات هراس افکنی بکنن. این نخستین بار نیست که در آبراهای کلیدی جنوب ایران کشتی‌های غیر نظامی با مشکل روبرو می‌شوند.
حوادثی که همواره به نگرانی‌های قابل توجهی از افزایش تنش نظامی در منطقه دامن می‌زند. کیوان حسینی، بی بی سی. نری زیلبر، پژوهشگر سیاست خاورمیانه در مؤسسه واشنگتن از تل آویو. و مسای زیلبر، اسرائیل خواهان ادامه فشارها بر ایران بوده، آیا اوضاع مطابق میل اسرائیل پیش میره؟ تا الان بایدن داره سعی میکنه که با حکومت و دولت ایران تعامل داشته باشه و به نظر میرسه که ایرانی ها هم پیشنهاد آمریکا رو نپذیرفتن. تا همینجا همه چی برای اسرائیل خوبه، اما این اوایل کار دولت بایدن هست. یک ماه هستش که روی کار اومدن و به لحاظ استراتژی کلی اسرائیل هم روزهای اول هست. خیلی در اسرائیل نگرانن که بایدن در خاورمیانه چیکار بکنه. بعد ببینیم چی میشه. در هر صورت شما هم نوشتید که بسیاری بر این عقیده هستن که فشار حداکثری کار نکرده. چه باید کرد؟ آیا راهی غیر از مذاکره هست؟ واقعا من در جایگاهی نیستم که اینو بگم، اما دستگاه امنیتی اسرائیل به روشنی و به وضوح به من گفتند که سیاست فشار حد اکثری در دولت ترامپ باعث نشده که ایران به میز مذاکره بیاد، و در معنیش این نبوده که در اسرائیل گفتن خب پس گزینه بعدی مذاکره هستش. اونچه که اسرائیلی ها میخوان این هست که تحریم ها همچنان بر ایران ادامه پیدا بکنه. اما در جواب سوال شما، من باید بگم ایرانی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها، روس ها و چینی ها به نظر من باید برگردن به دور میز مذاکره و یک راه حل دیپلماتیک پیدا کنند. خیلی ها در وزارت دارایی آمریکا میگن که ممکنه تحریم ها قابل ادامه دادن نباشه، به خاطر اینکه ایرانی ها راه های دور زدن تحریم ها رو پیدا کردن، و ضمن اون هم کشورهای متعددی هستند که تعهد گذشته رو از خودشون برای رعایت تحریم ها نشون نمیدن. بله، این درسته. ما میدونیم که قاچاق زیاد، قاچاق سوخت از ایران اتفاق میفته، مخصوصا به مقصد چین. معمولا میگن که چین یکی از بازیگران هستش که اجازه میده ایران تحریم ها رو دور بزنه. ما بله دیدیم که وضعیت اقتصادی ایران بدتر شده، اما یک سری پیش بینی هستش که میگه بعد از پایان بحران کرونا وضع اقتصادی ایران اندکی بهتر خواهد شد. بنابراین میشه نتیجه بگیریم که ایران میتونه مقاومت کنه در برابر تحریم ها، اما سوال در اینجاست که ایران اگه بخواد مقابله مصر بکنه با آمریکا و متحدانش در منطقه برای اینکه دولت آمریکا پای میز مذاکره بیاره، چه کاری از دستش برمیاد؟ فکر میکنید که اگر ایران حمله ای میکنه یا فشاری وارد میکنه به خاطر این است که دولت آمریکا رو در ناگزیری قرار بده و وادار کنه که زودتر مذاکرات رو شروع بکنه؟ بله، من این فکر رو میکنم. من فکر میکنم راهبرد ایران اینه که یک حس فوریت و بحران ایجاد بکنه، چه در حوزه بحث هسته‌ای، چرا که ما در هفته و ماهای گذشته دیدیم که فعالیت هسته‌ایشون رو تشدید کردن، و در حوزه منطقه‌ای، یعنی از طریق حمله از راه شبه نظامیان خودش به منافع آمریکا در عراق، در حوزه خلیج فارس، مثلا حمله به یک تانکر نفتکش که متعلق به اسرائیل بود، و یا در یمن و سوریه. بنابراین یک زیرساخت در ایران وجود داره که از طریق این زیرساخت بخوام مقابله بکنن با آمریکا و متحدانش. من فکر کنم در ایران ذهنیت مقامات این هستش که این چنان بحرانی در منطقه ایجاد بکنه که باعث بشه دولت بایدن احساس بکنه که راغب هست به میز مذاکره با ایران بیاد. در ماهای اخیر شاهد این بودیم که حمله هایی به نیروهای همسو با ایران شده در عراق، در سوریه، و گفته میشه که اسرائیل تلاش داره که بر روی ایران فشار وارد بکنه. حالا این کشتی اسرائیلی که در دبی پهلو گرفته، امکان داره که ایران صبرش تموم بشه و بخواد مقابله به مثل بکنه و مستقیم وارد درگیری با اسرائیل بشه؟
خیلی ها در اسرائیل میگویند که ایران همین الانش هم داره مستقیما با اسرائیل رو در رو میشه، چه در سوریه، چه از طریق حزب الله در لبنان و تا حد کمتری از طریق حماس در غزه. بنابراین خیلی از اسرائیلی فکر میکنن همین الان ایران داره این کارو میکنه. اما دوباره تکرار میکنم، ایران در طی سالهای گذشته مستقیما به اسرائیل واکنش نشون داده، چه از طریق حملات موشکی و پهپاد که خیلی جواب ندادن، اما اسرائیل به هر حال انتظار داره که ایران دست به یک سری اقداماتی بزنه، چه علیه آمریکا چه علیه متحدان آمریکا، از جمله اسرائیل که خب بزرگترین متحد آمریکاست در خاورمیانه. ولی به هر حال برای ایران بازی خطرناکیه. اسرائیل مخصوصا الان دولت اسرائیل بسیار خودشو بر این زمینه آماده کرده که بلافاصله نسبت به اقدامات ایران واکنش نشون بده. گفتید برای ایران خطرناکه، چه پیامدی داره برای ایران؟ آیا ممکنه که اسرائیل وارد رو در روی نظامی مستقیم بشه، مثلا اهدافی رو داخل خاک ایران بزنه؟ نه، من فکر نمی کنم اونها دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنن لزوماً. البته اگر فعالیت های هسته‌ای ایران تشدید بشه شاید اسرائیل دوباره محاسبش رو عوض بکنه، اما بحث اینجا حمله به نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه هستش، دوستان ایران، شبه نظام تحت حمایت ایران در سوریه چنانچه اسرائیل حمله کرده به اونها، یا در عراق یا در لبنان که تا الان اسرائیل خیلی علیه اونها حمله نکرده، کاری نکرده اما شاید بکنه. سوال اینجاست که ایران تا کجا میخواد این وضعیت بحرانی رو تا به آستانه ببره در برابر دولت بایدن، و البته اسرائیل هم خب در همین معادله می گنجه. خیلی ممنونم آقای زیلبر. نری زیلبر، پژوهشگر سیاست خاورمیانه مؤسسه واشنگتن در تل آویو. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در بعضی از مکان‌های از قبل اعلام نشده این کشور توضیحات معتبری ارائه نکرده و این مایه نگرانی عمیق است. امروز شورای حکام آژانس پرونده ایران را بررسی کرد. پیش از نشست شورا وزیر خارجه ایران درباره صدور قطعنامه هشدار داده و گفته بود چنین اقدامی شرایط فعلی را به هم می‌ریزد. روسیه هم مخالف چنین قطعنامه است، اما بریتانیا، فرانسه و آلمان از طرح آمریکا برای صدور قطعنامه در انتقاد از محدود شدن همکاری ایران با آژانس حمایت می‌کنند. مینا جوشقانی گزارش می‌دهد. رافائل گروسی امروز در جمع خبرنگاران گفت توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بر توان آژانس در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأثیر جدی خواهد گذاشت، اما در این حال تأکید کرد توافق اخیر 3 ماهه با ایران به ادامه نظارت آژانس کمک می‌کند. آقای گروسی بدون ارائه جزئیات درباره احتمال صدور یک قطعنامه جدید در مورد ایران خواهان آن شد که گزارش‌های آژانس به عنوان برگی برای چانه‌زنی در مذاکرات به کار برده نشود. وزیر خارجه ایران اما ساعتی پیش از آغاز جلسه به اروپا و آمریکا درباره صدور قطعنامه علیه ایران هشدار داده بود. قطعنامه‌ای که به گزارش رسانه‌ها پیشنویس آن بین اعضای شورای حکام توضیح شده. آقای ظریف با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت پیگیری صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام باعث به هم ریختگی شرایط کنونی می شود. حرکت غلطی را اروپایی ها با حمایت از آمریکا در شورای حکام شروع کرده اند. فکر می کنیم این حرکت باعث به هم ریخته شدن شرایط خواهد شد. به هم ریختگی شرایط کنونی را از طریق سفیر ایران در وین به همه اعضای شورای حکام توضیح داده ایم. امیدواریم عقل غلبه کند و اگر چنین نشود راهکارهایی داریم. بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ادامه تحریم‌های آمریکا، ایران از سه‌شنبه گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. این پروتکل به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه نظارت دقیق‌تر از جمله بازدیدهای فوری از بعضی تأسیسات هسته‌ای را می‌دهد. کمی پیشتر از سررسید تاریخ ضرب العجل ایران در سفر رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، دو طرف توافق کردند که فعالیت دوربین‌های آژانس تا 3 ماه دیگر هم ادامه داشته باشد، اما دسترسی آژانس به فیلم‌هایی که این دوربین‌ها ضبط می‌کنند به لغو تحریم‌های آمریکا مشروط شد. حالا ایران میگوید اگر تحریم‌ها تا 3 ماه دیگر برداشته نشود، ایران اطلاعات ضبط شده توسط دوربین‌ها را از بین خواهد برد.
اگرچه سر کار آمدن یک دولت جدید در آمریکا امید به احیای برجام را تقویت کرده بود، همین دیشب خبر آمد که ایران پیشنهاد اروپا برای شروع مذاکرات مستقیم با آمریکا در نشست اعضای برجام را رد کرده. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشته ایران تضمین خواسته بود که در گام اول آمریکا برخی تحریم ها را لغو کند. ایران گفته که به دلیل اقدامات و مواضع اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی زمان را برای برگزاری چنین نشستی مناسب نمی‌داند. در حالی که ایران از تغییر نکردن رویه آمریکا در عمل شکایت دارد، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نخستین سخنرانی عمومی از زمان کنار رفتن از قدرت از رویکرد دولت جو بایدن در برابر ایران انتقاد کرده. دولت جدید به طور یک جانبه تحریم های فلج کننده ما علیه ایران را لغو کرد و به طور احمقانه اهرم ما در مذاکرات را از بین برد. بگذارید تحریم ها باشد و مذاکره کنید. اگر انتخابات ما عادلانه بود و من رئیس جمهوری بودم، در هفته اول با ایران به توافق می رسیدیم. آقای ترامپ در حالی این ادعا را مطرح کرده که تحریم‌های وضع شده در زمان دولت خودش همچنان پابرجاست. سیاست دولت جدید آمریکا اگرچه در ابتدا رسیدن به توافق را نسبتاً آسان نشان می‌داد، حالا اصرار ایران بر شروع مذاکرات با پیش شرط‌های خودش و انکار دولت آمریکا چشم‌انداز سازش را دست کم در کوتاه مدت مبهم و گره مذاکرات را کورتر کرده. مینا جوشغانی، بی بی سی. کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده و اصلاح طلبان و اصولگرایان برای رقابت آماده می شوند، در شرایطی که وزیر کشور به تازگی گفته نتایج نظرسنجی ها درباره میزان تمایل مردم برای رای دادن نگران کننده است. این جریان های سیاسی از موقعیت و اقبال عمومی یکسانی برای حضور در رقابت برخوردار نیستند. فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به بازار انتخابات در ایران. خیلی داستان ما روشن نیست. ما همش منتظریم ببینیم که شورای نگهبان چه اقدام خواهد کرد. این اوضاع اصلاح طلبان است. کمتر از 4 ماه تا برگزاری 12th انتخابات ریاست جمهوری. ما تا اون زمان به نظر من یه حالت بلا تکلیفی داریم، ولی در کنارش میتونیم بگیم که بله ما داریم با دقت و با حساسیت روند انتخابات را رصد میکنیم. اعلام حضوری با دستان بسته، بدون ابتکاری تازه و راهبردی مشخص. منتقدان آنها میگویند این جریان سیاسی سال هاست که از تحولات و مطالبات جامعه جا مانده. خودشان اما اصلاحات و پرهیز از افراطگری را تنها راه مؤثر برای حفظ نظام میدانند. موضعی که محمد خاتمی رئیس دولت‌های 7th و 8th بیش از 2 دهه است بر آن ایستاده. در نامه مفصلش با آیت الله خامنه‌ای با وجود بیش از 1 دهه جواب رد شنیدن از او، باز هم بر وفاداری به اصل نظام و رهبری تاکید کرده. در مقابل هم راهکارهایی برای حل مسائل ایران در آینده داده و از آقای خامنه‌ای خواسته تا در زمان حضورش در قدرت مشکلاتی مثل حصر معترضا به نتیجه انتخابات 88 و رابطه با آمریکا را حل کند. نامه او نه هم فکرانش را راضی کرد و نه مخالفانش را ساکت. رقابت بین در حقیقت کسانی است که مهر اصولگرایی به خودشون زدن. جناح اصولگرایان برخلاف اصلاح طلبان بازار پر رونقی دارند. دلشان به پشتوانه شورای نگهبان و امکانات ویژه حکومتی قرص است. آنقدر که حالا با تعدد کاندیدا روبرو شدند. موزلی همیشگی که رسیدن به یک نامزد واحد را سخت کرده و اختلافها را زیادتر. اما تا اینجا برایند خروجی همه نشست‌های جریان‌های مختلف این جناح همین 2 نفر بودند که دور قبل هم قرعه به نامشان افتاد. نشانی از این که آنها چهره جدید و مقبول عموم برای عرضه به دنیای سیاست ندارند. این سو محمود احمدی نژاد یکی از مهمترین رقبای آنهاست که فعالیت‌های انتخاباتی فشرده‌ای را در پیش گرفته. هرچند اصولگرایان می‌گویند شورای نگهبان او را تایید صلاحیت نمی‌کند. مثل علی مطهری که رسماً اعلام نامزدی کرده و همین حرف و حدیث‌ها در مورد او هم هست. خودش اما امیدوار است. چه اتفاقی افتاد من نمیدونم چرا اونطور شد و برداشت خودم اینه که اونها اشتباه کردن. در این دوره چند نفر از نظامیان سابق و فعلی هم رسمی و غیر رسمی برای ریاست جمهوری ابراز تمایل کردند.
اتفاقی که گروهی را نگران بسته تر کردن فضای سیاسی و اجتماعی ایران و پادگانی شدن دولت کرده. در مقابل بعضی هم استقبال کردند. شما وقتی که وارد ساختار حکومت میشید، در حال حاضر نظامی ها به دلیل اینکه تزاحم های کمتری در مقابلشون قرار داره فقط کارآمدترن. همه این دعواها و رقابت‌ها در شرایطی است که مشاهدات و نظرسنجی‌های رسمی میل و رغبتی به مشارکت مردم در انتخابات نشان نمی‌دهد. شرکت نکردن معناش اینه که مایوس شدن و یا اعتماد ندارن. اینها علائم خوبی نیست. مردمی که در یک دهه گذشته برای مطالبات کوچک و بزرگشان جواب رد شنیدند و وضعیت اقتصادی سفره‌هایشان را از همیشه کوچکتر کرده، با هر تلنگری نارضایتی‌هایشان را به خیابان می‌آورند. مدت هاست که جلوتر از جریان‌های سیاسی رسمی در ایران به دنبال تغییراتی هستند که از صندوق رأی به آن نرسیدند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. عباس میلانی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از پالو آلتو در کالیفرنیا آمریکا با ماست و همینطور محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار از مشهد. سال اول را از آقای میلانی میپرسم. آقای میلانی، انتخابات چقدر چاره کار این روزهای ایرانه؟ به نظر من چاره کار نیست و دلیلی یک مردم رغبتی به شرکت ندارند اینه که به تجربه 20 چند سال اخیر متوجه شدن که هر بار از طریق انتخابات سعی میکنن تغییری در سلوک رژیم ایجاد بکنن، تغییری در وضع خودشون ایجاد بکنن، نتیجه نمیگیرن. متوجه میشن که رژیم از این انتخابات به عنوان تبلیغات استفاده میکنه. از آقای خامنه‌ای تا آقای ظریف هر جا میشینن میگن که حضور مردم در این انتخابات نشانه مشروعیت، در حالی که به گمان من هر کسی که اوضاع ایران رو دنبال میکنه میدونه که در چند سال اخیر، در 20 سال اخیر، حضور مردم در انتخابات سعیشون بوده برای اینکه به نظام، یعنی به آقای خامنه‌ای، نشون بدن که از وضع ناراضی هستن و راه دیگری میخوان و وضعیت دیگری میطلبن. و چون آقای خامنه‌ای به این حرف گوش نداده و از امکانات وسیع خودش استفاده کرده که هر کسی رو سر جای خودش بشونه، مردم هم منصرف شدن از انتخابات. آقای جوادی حصار، شما چی فکر میکنید؟ از میکنم خدمت جناب عالی و جناب آقای میلانی. من هم تا یه حدی با فرمایش آقای میلانی همراه هم. از خرداد 76 به این سو تصور بنده این است که اکثر انتخابات ها برای تغییر در وضع موجود و اعلام مخالفت با سیاست های مستقر و جاری اتفاق افتاد. نمونه بارز و روشن اون انتخابات سال 76 بود و بعد که دوره اصلاحات به پایان رسید و آقای احمدی نژاد سر کار اومد، در اون مقطع پایان دولت آقای خاتمی و روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، اتفاقاتی که رقم خورد همه برای تغییر بود. آقای موسوی و آقای کروبی رسما اعلام کردن که ما برای تغییر سیاست‌های جاری و برای تغییر وضع موجود به میدان آمدیم و میدونستن که این کار بسیار کار سخت و دشواری است. آقای کروبی در تلویزیون اعلام کرد آقای راهی که ما شروع کردیم، آقای موسوی، بوی خون میده، تا آخر خط هستی؟ و ایشان گفت بله، من این راه رو آگاهانه انتخاب کردم. و بنابراین همه اونایی که به این میدان رفتن میدانستن که کار سخت و دشواری رو آغاز کردن و برای تغییر بود، همه برای تغییر بود. و هر بار به نحوی بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و جریان اصلاح طلبی هم در حمایت از روحانی برای تغییر در رویکرد جهانی به عرصه آمدن، یعنی در حقیقت سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی آقای احمدی نژاد ایران رو به بنبست اقتصادی داشت میرسوند و برای تغییر این رویکرد اون اتفاق افتاد و دولت آقای روحانی سرکار آمد. بنابراین این فرمایش آقای میلانی رو من هم قبول دارم که در بسیاری از انتخابات مردم برای تغییر وضعیت و رویکرد به میدان آمدند. خب آقای میلانی، غیر از انتخابات چه چاره ای هست؟ آیا باید به سمت تحریم گسترده انتخابات رفت؟ به نظر من در شرایط فعلی چاره ای جز این نیست، برای اینکه جهان باید بدونه
به نظر من که وضع ایران جدی است، وضع مردم جدی است، سختی ها به مردم فراوانه. ببینید الان در سیستان و بلوچستان در همین هفته اخیر تعداد کسانی که به یک روایتی کشته شدن مساوی است با تمام کسانی که در کودتای نظامی خونبار میانمار کشته شدن. خب فکر میکنید جهان این رو نمیدونه؟ جهان توجه بهش نمیکنه، برای اینکه ایران چند ماه قبل چند صد نفر رو کشته، در آبان 98 به یک روایتی بالای 1000 نفر رو کشته. یعنی ابعاد فاجعه در ایران اونچنانه که به گوش مردم کمتر میرسه و متاسفانه عده‌ای در خارج نشستن، در آمریکا، در اروپا، و هر جنایت این رژیم رو سعی میکنن به نوعی توجیه بکنن، هر جنایتی رو سعی میکنن بهاش رو یا ریشش رو چیزی سوای واقعیت موجود بدونن. این کمک کرده که این مسائل شناخته نشه و از اون طریق هم دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم، دوباره چه آقای ظریف چه آقای خامنه‌ای چه طرفداران رژیم در لندن و در واشنگتن و در برلین، میشینن میگن انتخابات در قیاس با عربستان نشون میده که ایران چقدر دموکراسیش بیشتره. در خودش در تلویزیون شما یک کسی در از ایران میشینه و به خودش حق میده بگه که ایران دموکراسیش از هر جای جهان محکمتره. خب اینها باعث میشه که جهان کمتر توجه بکنه. ما کمکاری میکنیم، جهان هم متاسفانه از ابعاد فاجعه دیگه به گمان من کمی به سطوح آمده. آقای جواد انصار، تحریم از نظر شما این چاره کاره؟ در ایران میشه این کار رو کرد؟ باید ببینیم ابزار تحریم چه فوایدی میتونه برای داخل و بیرون کشور داشته باشه. به نظر من کارکردهای سیاسی و اجتماعی مشارکت یا عدم مشارکت در امر انتخابات صفر و صدی نیستن. نمیتوان گفت تنها میتوان با تحریم به نتیجه رسید یا تنها میتوان با مشارکت. باید ببینیم چه نسخه هایی میتواند باب تعامل و گفتگو با ارکان قدرت داخلی در کشور رو باز کنه. این که یک پس شما هنوز به دنبال گفتگو و تعامل با ارکان داخلی قدرت هستید؟ بدون تردید باید این کارو کرد، چون ما اگر غیر از این راه رو بریم باید بریم به سمت مداخله نظامی، مداخله خارجی و یا تغییر رژیم از روش‌های قهرآمیز. این روش روشی نیست که بتوانیم به صورت منطقی و عاقلانه بهش برسیم. باید مردم ایران که بالاخره داخل ایران دارن زندگی میکنن با نگرش‌های مختلف، حتی اگر 10 میلیون نفرم طرفدار وضعیت موجود یا طرفدار حاکمیت موجود باشن، ما نمیتوانیم بگوییم اون 10 میلیون نفر رو به دریا خواهیم ریخت. اونا انسان هن، با حق شهروندی دارن، دیگران هم دارن. همه باید بتوانیم به گفتگوهای سازنده برسیم، حتی به گفتگوهای سازنده با مجامع بین المللی، و اونها رو برای مشارکت در حل مشکلات دعوت کنیم، نه برای تشدید مزاحمت ها از جنس تحریم یا تشدید مزاحمت ها از نوع مداخله نظامی. همونطور که بعضی ها تشویق میکنن که اگر در ایران مداخله نظامی آمریکایی ها یا سرکوب اونها اتفاق بیفته یا میافتاد، میتوانست مکمل تحریم های آمریکا باشه و رژیم رو به سطوح بیاره تا اینها یا تسلیم اراده مردم بشن یا تسلیم اراده خارجی بشن. در هر صورت این شرایط شرایطی نیست که برای کشور بشود تاماً و تماماً تجویز کرد. من حرفم اینه که هیچ کدام از اینها راه حل نهایی و کامل نیستن. ممکن شرط لازم باشن ولی شرط کافی نیست. آقای میلانی، گیریم این که تحریم بشه مشارکت بسیار بیاد پایین، کم در جهان انتخابات های سوری برگزار نمیشه، بعدش چه؟ ببینید، من طرفدار خشونت نیستم و قطعا طرفدار دخالت نظامی نبودم و نیستم، و همواره تاکید کردم که سرنوشت ایران رو باید ایرانی ها تعیین بکنن. آمریکا نه حق داره و نه میتونه، اروپا، چین، روسیه برای ایران تعیین تکلیف بکنن. ولی این دوگانه ای که ایشون ترسیم کردن الزاما تنها دوگانه موجود نیست. گرفتاری وضع موجود
بی اعتباری که الان اصلاح طلبان در ایران بهش دچار شدن به خاطر اینکه مردم احساس میکنن اصلاح طلبان نه به خاطر مطالبات مردم بلکه به خاطر سهم‌خواهی خودشون از قدرت وارد مذاکره میشن، در انتخابات شرکت میکنن نه برای اینکه تغییر ایجاد بکنن، نه برای اینکه اصلاح ایجاد بکنن، نه برای اینکه در مقابل آقای خامنه ای وایسند و اون چیزی که در خلوت میگن در جلوت بگن، وارد مذاکره میشن برای سهم‌خواهی، برای اینکه قدرت بگیرن، برای اینکه وزارت بگیرن. این مردم از این به ستوه اومدن. میشه در ایران با قدرت با رژیم حاکم صحبت کرد، ولی نه برای اینکه بگین چرا ما رو نمیذارید فقط در انتخابات شرکت بکنیم. باید در الان کسانی که خواستار اصلاحات هستن باید بگن چرا این بلا رو بر سر سیستان و بلوچستان میارید، چرا اینقدر بودجه سیستان و بلوچستان رو کم کردید که مجبور شدن مردم به اصطلاح شما قاچاق بکنن، چرا شما اجازه میدید به قول خودتون 20 میلیارد دلار در دو سال اخیر از ایران حج خارج بشه و بعد کسی که برای خرج زن و بچهش بنزین میخره کاملا هم قانونیه، بنزین اینجا خریده داره میبره یه جای دیگه بفروشه، شما اگر جرأت دارید بنزین رو قیمت واقعیش بذارید که نه چه سوبسید بده، نه جرأت اونو کار دارید، بعد اون کارگر سیستان و بلوچستانی رو، اون کارگر کرد و اون کارگر هفت‌تپه رو به گوله میبندید، به زندان میبندید. اینا رو میشه گفت، اون وقت اگر میشه اینها رو گفت حتما باید در انتخابات شرکت کرد. آقای جوادی شما خودتون در انتخابات مجلس تلاش کردید شرکت کنید، رد صلاحیت شدید. آقای میلانی میگن که اصلاح طلبان بیشتر دنبال سهم خواهی هستند. نه، این جنس این سخنان من با آقای میلانی خیلی احترام میذارم، انصافا استاد پژوهشگر و ارزشمندی است، ولی جنس این جور سخنان آلوده به نوعی بی اطلاعی و تهمت زدن. ببینید من حداقل از جانب دیگران صحبت نمی کنم، من از مجلس چهارم به این طرف در هیچ مجلسی تایید صلاحیت نشدم و خودتونم می دونید در هیچ مجلسی، ولی همواره شرکت کردم. برای این شرکت می کنم که بتوانم در فضای انتخاباتی حرف بزنم، برای این شرکت می کنم که بتوانم اعتراضاتم رو بیان کنم، برای این شرکت می کنم که بتوانم با مردمم در این فضا حرف بزنم. همه اون کسانی که میان در انتخابات مجلس شرکت می کنن که می دونن انتخاب نمی شن، همه اون کسانی که میان شرکت میکنن که میدونن بعضیاشون تایید صلاحیت نمیشن، بنابراین ما وقتی 270 تا کرسی داریم تو مجلس این همه آدم میان شرکت میکنن که طبیعتاً همه برای پیروزی نمیان، همه از این تریبون از این فضا از این موقعیت میخوان استفاده بکنن به دلایل مختلف دیدگاهاشون مطرح کنن. تو کاندیدای ریاست جمهوری یک رئیس جمهور میخوان، ولی 10 نفر میان کاندیدا میشن، اگر باز باشه بیشتر هم میان کاندیدا میشن. بنابراین این نوع صحبت کردن یه نظری به نظر من، البته شاید من اشتباه میکنم، شاید من اطلاع ندارم واقعا، ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم یه بخشیش شایبه دور از واقعیت بودن رو داره. البته خیلی کسا هستن که در کشور تلاش میکنن برای وزارت، تلاش میکنن برای صدارت، اصلا در این منکر نیستیم، اون هم اصولگرها تو این قضیه هستن، هم اصلاح طلبان هستن، هم چهره‌های مستقلی که نه به اصلاح طلبان ربطی دارن نه به اصولگراها ربطی دارن. ولی الان یک اتفاقی که من در عجبم از اون اتفاق این است که دو سال و سه سالی هست که به هر بهانه‌ای تیغ تیز حملات متوجه اصلاح طلبانه، اصلاح طلبانی که حداقل اگر بخوایم منصفانه برخورد کنیم کارنامه دولت اصلاح طلبی آقای خاتمی یک کارنامه باز روشن قابل محاسبه است در مقایسه با دیگر دولت در جمهوری اسلامی. بنابراین این انگ ها رو به نظرم اگر کمی منصفانه تر باش برخورد کنیم حداقل به کارگزاران دولت آقای خاتمی کمتر میتونیم بچسبونیم این انگ ها. آقای میلانی. والا من خیلی متشکرم از لطفشون، ولی من انگی به کسی نزدم و بعضی از این حرفایی که در مورد اصلاح طلبا زدم فقط حرفایی نیست که در خارج کشور گفته میشه. برخی از برجسته ترین کسانی که سالها به زندان رفتن، خودشون همسراشون به زندان رفتن، این همین کلمات رو در مورد اصلاح طلبی و اصلاح طلبان در ایران میگن. چرا هست که برخی از برجسته ترین کسانی که زمانی خودشون رو اصلاح طلب میدونستن الان حاضر نیستن به این عنوان شناخته بشن؟ چرا میگن این ورشکستگی شده؟ اگر من از مضمون نامه آقای خاتمی خبر ندارم، ولی اگر این نامه رو آقای خاتمی 15 سال پیش می نوشت، کما اینکه بعضی از نامه هاش
مؤثر بود الان بیشتر بابت خنده شده و تلخی شده، گاهی تأسف مردم میخورن، ولی تأثیری نذاشته. نامه رو نوشته، چند ماه هم هفته هم ازش گذشته، اصلا طرف مقابل وقعی نگذاشته، طرفی که حتی اجازه نداده برای عیادت آقای خامنه‌ای در بیمارستان بره، شخصی که شما میدونید منشأ تمام این تصمیم های نادرست وضع موجود هست، به همین خاطر است که مردم به نظر من بی‌اقبالی کردن و منظور من انگ زدن نبود، اظهار نظر شخصی بود. آقای جهادی انصار، هر نیتی که اصلاح طلبان داشته باشن، به قول آقای میلانی نتیجهش اینه که تأثیر اونها روز به روز در فضای سیاسی ایران کمتر شده. اشکالی نداره، من که اصلا در پی این نیستم که توجیه کنم. بله، در همه فضاها ممکنه یک جریان سیاسی افت داشته باشه یا اوج داشته باشه. همین آقای خاتمی که الان موضوع گفتگوی ماست، در انتهای دولت دوم و در آغاز دولت دوم خودش در تلویزیون جمهوری اسلامی جوک درست میکردن و طنز درست میکردن به نام محمد پیرپکاجکی و محمد خالیبند و تخریب ایشون رو از دوره دومش شروع کرده بودن و در پایان دولت ایشون در دانشگاه علیه ایشون شعار داده شد. همون دانشجویانی که یه روزی برای ایشون سر دست میشکستن شعار دادن علیهش و ایشون گفت که شما 5 سال دیگه میفهمید که چی دارید میگید. و بعد وقتی احمدی نژاد اومد، همونی اونا فهمیدن که اشتباه کردن و بعد دوباره اقبال کردن به سمت آقای خاتمی و اومدن و به قول خود آقایون که مسخره میکنن، به قول جناب آقای چیز، با یک تکرار میکنم، ایشون 22 میلیون رأی اومد پشت سر آقای روحانی. بنابراین من این امواج رو هم به رسمیت میشناسم، مخالف و موافق رو، هم باید به عنوان یک واقعیت اجتماعی بپذیریم. اما این که یه عده‌ای مثلا بگن مثلا آقای خاتمی چرا این نامه رو الان نوشته، خب باید دلایلش رو از آقای خاتمی بپرسیم. آقای خاتمی دغدغه مردم، دغدغه ملت، دغدغه کشور داره و همونطور که شما هم اشاره میکنید به نقطه کانونی راهگشا در حل مشکلات توجه کرده و نامه رو خطاب به ایشون نوشته و اگر میدونست کسی دیگه ای تو این کشور میتونه این مشکلات رو حل کنه، خب نامه‌ش رو به او مینوشت. بنابراین وقتی که ایشون با رأس این هرم داره گفتگو میکنه و تلاش میکنه که یک آشتی ملی به وجود بیاره، اگر دست رد به سینش میخوره، نباید به این حساب بذاریم که مثلا حرفش بی حسابه. ممکنه شرایطی مهیا بشه که این حرف شنیده بشه. هر دو آقایون 30 ثانیه وقت دارن که بحث رو جمع‌بندی بکنن. آقای میلانی 30 ثانیه. اگر وقتی که در آبان 98 مردم ایران قتل شدن در خیابان، 7000 نفرشون زندان شده بود، آقای خاتمی اون وقت علیه مردم ایران موضع نمی گرفت و به عامل این کشتار و حبس نامه انتقادآمیز می نوشت یا موضع انتقادآمیز می گرفت، الان به گمان من نامه‌شون با اعتبار بیشتری روبرو می شد. حق ایشون هر وقتی که دلشون میخواد به هر کسی نامه بنویسن، حق مردم هم هست که آیا اونها رو به جد بگیرن یا تلاشی در جهت تقسیم قدرت بدونه. ممنونم. و آقای جهادی حصار 30 ثانیه شما فرصت دارید. بنده هم ضمن احترام به آرا و نظرات همه مخالفین و منتقدین و از جمله جناب آقای میلانی، حق مردم ایران است که انتقاد کنند، حق مردم ایران است که حرفی رو بشنوند و حرفی رو نشنوند. اگر که ملاک نشنیدن حرف دیگران باشد، بسیار سال هاست که حرف بخشی از منتقدین خارج از کشور و دلسوزانی که در اون طرف مرزها هستند نسبت به وضع اجاری کشور شنیده نمی شود. اگر این رو می توانیم ملاک حقانیت بگیریم یا میزان و محور داوری، در این مورد هم می شود داوری انجام بدیم. سپاسگزارم از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در مشهد، و عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از کالیفرنیا. در پی ناآرامی روزهای اخیر در استان سیستان و بلوچستان ایران، هیئتی از نمایندگان مجلس به منطقه سراوان رفتند و از محل تیراندازی مرگبار به سوختران بازدید کردند. هفته گذشته در این منطقه مرزی، ماموران به طرف کسانی که می‌خواستند جاده مرزی مسدود شده را برای انتقال سوخت به پاکستان باز کنند شلیک کردند و عده‌ای را کشتند. در گزارش مریم افشنگ، یکی از سوختران که شاهد ماجرا بوده، از جزئیات واقعه می‌گوید.
همه چیز اینجا شروع شد. دوشنبه هفته گذشته نیروهای امنیتی به سوختبرانی که قصد عبور از مرز ایران و پاکستان در منطقه سراوان را داشتند آتش گشودند. من خودم یکی از سوختبرا هستم که در همون منطقه در صفر مرزی زندگی میکنم، اما نمیتونم نام و نشان خود را بدم. این سوختبر که شاهد تیراندازی مرگبار بوده میگوید سپاه دروازه‌ای برای رفت آمد سوختبران که به آنها کارت‌هایی برای سوختبری داده بود درست کرده، اما به ناگهان تصمیم میگیرد که کار سوختبری را خودش انجام دهد. از دوشنبه بعد جلسه‌ای که با همون سرطایف داشته دیگه راه را میبنده، این دروازه را میبنده، ماشینا از اون طرف مرز اومدن خالی کردند، اومدن ورشونا دیگه اینجا گیر کردن. نزدیک 2000 ماشین اونجا جمع شده. اینا هر چی فریاد و زاری کردند که دروازه را باز کن. دو روز موندن دیگه اونجا، نه آبی هست و نه غذایی. آخر اینا دیدند که ما از گرسنگی خودمون میمیریم، دیگه همون دروازه را بازور باز کردند. باز که کردند اولین ماشین که رد شد دیگه اون رگبار بستن اینا. این ماشین دیگه رانندش تیر خورد سر راه ایستاد. ماشین دومی که اومد اینا هم تیر زدن. دیگه دوباره رگباری زدن. نزدیک 2000-3000 نفر مردم که در وسط این تیرها گیر کرده بودند. دیگه هر کسی به طرفی فرار می کرد و هر کسی که گلوله می خورد می افتاد اونجا. دیگه تا نزدیک 10 دقیقه همینطور رگباری می زدن. بعد دیگه مردم متفرق شدند، چیزی تو همین چاله ها افتادند. دیگه جنازه ها را بعد یکی یکی بعضی خودشون برداشتند. کسانی که اون طرف مرز افتادند دیگه همون پاکستانی مامورای پاکستان برداشتند و نزدیک 30 نفر همونجا تو بیمارستان پاکستان الان هستند که مداوا میشن. او میگوید از این پس سپاه خودش کار سوختبری را انجام خواهد داد. هر ماشین گاهی تا زندگی 10 خانوار را تأمین میکند. هزاران نفر که سر مرز نشستند و کارشون همینه، از همین راه نون در میاردند دیگه کلن این منطقه بیکار میشه و از گرسنگی بمیرند دیگه. یک قتل عامی بوده، حالا یک نیروی سپاه که اومده که من نیروی مردمی هستم و مردم بیدفاع سوختکشی که به خاطر یک لقمه نون میره چندین روز تو راهه، چندین هفته تو راهه، پدر و مادر و بچه منتظرند که با یک لقمه نونی برگرده، این به رگبار میبنده دیگه. اگر یک جای یک حیوانی کشته میشه نگاه کن این اخبار سراسری و جهانی میشه. حالا 40 نفر در یک لحظه بر رگبار گلوله بسته میشن و کشته میشن به خاطر یک لقمه نون بر روی مردم مستضعفی که دیگه هیچ کار و شغل و کسبی نداره صورت گرفته. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، امروز 5 نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های امنیت ملی، عمران، انرژی و اجتماعی به سیستان و بلوچستان رفته و از مناطق حادثه سراوان بازدید کردند. در اعتراض به کشتار سراوان، اعتراضات و اعتصابات زیادی از ایران شهر تا زاهدان، از قلعبی تا سرجنگل تا خاش و میرجاوه صورت گرفت. چند روز پیش معترضان به این ساختمان بخشداری کورین حمله کردند. مقامات جمهوری اسلامی گفتند در این حمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شد و دادستان استان معترضان را اشرار مسلح نامید. فیلم ها نشان می دهد که معترضان سلاحی در دست ندارند و منابع محلی می گویند تنها به کشته شدن همشهری ها و بستگانشان معترضند. قوه قضاییه گفته پرونده‌ای در دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان درباره حوادث سراوان تشکیل شده. مقامات میگویند این افراد قاچاقچی هستند و سوخت را غیرقانونی جابجا می‌کنند. اما از سوی دیگر نماینده چابهار در مجلس گفته جگرگوشه‌های مردم برای کسب روزی حلال رفتند و جنازه‌هایشان برگشت. آنچه مسلم است این که مردم این منطقه فقیرند و چاره‌ای جز سوختبری ندارند. اما حکومت به جای حل مسئله راه برخورد خشن و امنیتی را پیش گرفته. مریم افشنگ، بی بی سی. شهرهای میانمار امروز هم شاهد اعتراض به کودتای نظامی بود. همزمان آن سان سو چی رهبر دولت برکنار شده از محل حبس خانگی با ارتباط ویدیویی در دادگاه شرکت کرد. این بار با اتهام‌های تازه. تازه‌ترین تحولات در گزارشی از سیاوش اردلان. یک روز از مرگبارترین روزهای طغیان و اعتراض در میانمار گذشت. دیروز دست کم 18 نفر کشته شدند. اما معترضان امروز هم خود را آماده مقابله با نیروهای امنیتی کرده بودند.
از برپا کردن موانع در جاده ها به عنوان حائل بین خود و ماموران ضد شورش تا این ایده. معترضان شماره تلفن های خود را بر روی ساعدهایشان می نویسند تا اگر زخمی شدند بقیه بتوانند اقوام آنها را بیابند. این صحنه ها نشان می دهد که یک ماه پس از کودتا نظامیان خیشتنداری را کنار گذاشتند. ناظران می گویند حاکمان نظامی میانمار فکر نمی کردند معترضان اینقدر مصمم و خشمگین باشند. خشمگین به خاطر لغو نتیجه انتخابات و بازداشت آنگ سان سوچی، سیاستمدار محبوب اکثریت بودایی میانمار که از چشم آنها یک قهرمان ملی است. هرچند اخیراً در محافل بین‌المللی به خاطر سکوت در قبال سرکوب خونین اقلیت مسلمان از چشم خیلی ها افتاد. امروز آنگ سان سوچی از حبس خانگی از طریق ویدیو در دادگاه حاضر شد با اتهاماتی سنگین تر از گذشته. ایجاد ناامنی، تشویش اذهان عمومی و ارتباط با بیگانه. وکیلش در اینجا میگوید حتی موفق نشد که چهره آنگ سان سوچی را بر روی صفحه تلویزیون ببیند، اما صدایش را شنید. اعتراضات در میانمار به شکل مسالمت‌آمیز آغاز شد و نافرمانی مدنی را سر لوحه خود قرار داد. واکنش حاکمان نظامی هم در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما با ادامه اعتراض‌ها اینترنت مختل شد، صدها نفر دستگیر شدند و دیروز تیر مستقیم به سوی معترضان شلیک شد. اعتراض‌ها هنوز رهبری مشخصی ندارد جز خود آنگ سان سوچی که معلوم نیست اوضاعش از چه قرار است، اما به نظر نمی‌رسد معترضان فعلا بنا داشته باشند خشونت را با خشونت پاسخ دهند. هرچند از لغزیدن کشورشان به دوران دیکتاتوری نظامی بیمناک هستند. هیئت نظامی حاکم در میانمار گفته که چاره جز لغو انتخابات نداشته و میگوید که بعد از یک سال وضعیت اضطراری انتخابات تازه برگزار میکند. جامعه بین الملل هم صدا با معترضان میانمار است. سیاوش اردلان، بی بی سی. در ایران سپاه همدان از احضار 41 نفر فعال در زمینه مدلینگ و عکاسی خبر داد. اتهام اونها در اعلامیه سپاه پاسداران انتشار محتوای مستهجن و خلاف موازین شرعی در فضای مجازی خوانده شده، اتهامی که در گذشته هم علیه بعضی از فعالان شبکه‌های اجتماعی به کار رفته. سپاه گفته که پرونده یکی از این افراد تحویل دادستانی شده. پوریا افخمی، عکاس که به خاطر عکاسی مد ماها در ایران بازداشت بود، از تورنتو کانادا. مساهای افخمی، خیلی خوش آمدید به برنامه. از تجربه دستگیری خودتون بگید. درود و وقت خیر به همه هموطنان. دفعه اول من از سال 1390 دستگیر کردن که من کار عکاسی مد و فشن انجام میدادم، با اول با دوستان خود و توی فیسبوک فعالیت داشتم که اومدن و ما رو یکی یکی گرفتنمون و انگ باند هم به ما زدن، یعنی گفتن که شما یه باند هستین و به صورت سازمان یافته فعالیت میکنین و از یک جایی دارین نمیدونم پول میگیرین یا خط میگیرین، همچین حالتی بود. و دوباره هم در سال 95 این بار توسط اطلاع سپاه امام رضا گرفتنمون و دوستان من بودن، ولی خب ما هیچ وقت باند نبودیم. به هر حال کسی که طراح لباس هستش، کسی که میکاپ آرتیست هست، آرایشگر هست، خب طبیعتا ما باید با هم کار کنیم، همکاری کنیم برای اینکه اون تولید محتوایی رو که می‌خواستیم برای مثلا یک مانتو فروشی یا مثلا یه طراح لباس یا به طور مثال بقیه محصولاتی که قرار بود از طریق اینترنت به طور یعنی اینجوری بگم که بیزینس های کوچیک، تجارت های کوچیک بود، ما براشون تولید محتوا میکنیم، ولی خب ایناها اومدن ما رو جمعمون کردن به قول خودشون. وقتی به فضای مجازی مراجعه میکنیم افراد متعددی هستن که این کار رو میکنند، چطور دست گذاشته میشه بر روی یک عده‌ای و مثلا اونها به عنوان تهدید تشخیص داده میشن؟ معمولا وقتی که از یه حدی دنبال کننده ها بالاتر میره یا به قول معروف وایرال میشیم یا همه بین میشه این محتوایی که درست کردیم یا عکسامون، خب میان رومون دست میذارن و دنبال اینی که به عنوان سرشاخه میاد ما رو معرفی میکنن و
جالب اینجاست که خیلی هم سرمایه‌گذاری سنگینی کردن روی بحث پیدا کردن ماها و حضور شما عرشبت که به صورت باور نکردنی، یعنی ما باورمون نمیشد که چجوری اینا اصلا ما رو اومدن پیدامون کردن، خیلی شوکامیز بود و حالا بماند که برخوردها به چه صورتی بود و خیلی 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 عجیب غریب بودن. بسیار خوب. وقتی به سایت‌های اینترنتی مراجعه می‌کنیم، عکس مدلینگ، کارهای مربوط به این رشته کم نیست. دلیل این مشکل و حساسیت چیه که شما هم گفتید به شکلی که باعث تعجبتون شد اومدن و شما رو پیدا کردن و اینقدر هم موضوع رو جدی گرفتند؟ اینجوری که حالا بعد این همه سال، برای دفعه اولی که منو گرفتم من 19-20 سالم بیشتر نبود، چون جزء اولین نفرایی بودم که تو ایران پرونده برام درست شد و دستگیر کردن سال 89-90، ولی مربوط به همین بحث عکاسی فشن و مدلینگ. ولی اینجوری بگم که حالا اونجوری که اونا خودشون برای خودشون دوست دارن، سلیقه خودشون بر اساس اون قوانین شرعی و نمیدونم اون داستانه خودشون ما رو به عنوان یه هنجار شکن معرفی کردن، ولی خب حتما لزوما ما دوست نداریم که اون سبک زندگی که اونها مد نظرشون هست به ما تحمیل بشه و ما نمیتونیم چشممون رو به روی دنیا ببندیم و متاسفانه رفتارهای عجیب غریب در صورتی که فرزندان خودشون همون سبک زندگی رو در کشورهای دیگه پیگیری میکنن بدون اینکه کسی کارش رو داشته باشه، ولی ماهایی که از به جای وصل نبودیم و به قول معروف سرمون تو لاک خودمون بود و دنبال هنرمون بودیم و زندگی خودمون رو داشتیم میکردیم و دیدن که معروف شدیم و اومدن این کار انجام. هیچ وقت یادم نمیره اون دادگاه اول، اون مأمور سپاه پدرم گفته بود این بچه در 20 سالگی 19 سالگی الان اینجوریه، میخواد 40 سالگی چیکار کنه؟ خب مگه ما چیکار میکردیم که اینا اینجوری ما برخورد کرد؟ مطمئنم خودم از این برخوردهایی که ما داشتن جواب نگرفته، چون من دو بار دستگیر شدم در فاصله 5 سال و یک بار هم تعهد از من گرفتم، ولی خب من نمیتونم عشقم بل کنم و خیلی هم بیشتر شدن بچه هایی که دارن پیگیری میکنن، الان دهه 80 وارد عرصه شدن و فوق العاده دارن کار میکنن، خیلی هاشون وایرال روی صفحات بین المللی. شما که خب سر از کانادا در آوردید، در داخل ایران چقدر این بگیر و ببند ها اثر داشته؟ کوتاهی بگید ممنون میشم. ببینین من به خاطر امنیت خودم دیگه خارج شدم، یعنی طبیعتاً دیگه نمیتونستم که اون این داستان‌ها و این فشارها رو نه خانواده هم میتونستن تحمل کنن و نه خودم و نمیتونستم کاسبی کنم به قول معروف. ولی ایران الان بچه‌ها به قدرت دارن کار میکنن، خیلی هم خوب دارن کار میکنن و کیفیت فوق‌العاده رفته بالا نسبت به اون سالایی که ما شروع کردیم و استعدادهای فوق‌العاده‌ای داریم. خیلی ممنونم آقای افخمی. پوریا افخمی، عکاس، عکاس مد، ساکن تورنتو کانادا. جشنواره فیلم گلدن گلوب 2021 دیشب در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم سرزمین آواره‌ها و سریال تاج جوایز زیادی رو جارو کردند، ولی مهمتر از همه شاید این بود که برای اولین بار در تاریخ این جشنواره و به دلیل همه‌گیری کرونا، برنده‌ها هم مثل تماشاگرهای تلویزیونی از خانه این مراسم رو دیدند و به این مراسم پیوستند. کاوه مشکات گزارش میدهد. Welcome to the 2021 Golden Globe Awards. Golden Globe پررنگ و لعاب، مراسمی متفاوت از سال گذشته. امسال نامزدها و برنده ها مثل تماشاگران تلویزیونی این مراسم را از خانه تماشا کردند. امشب مخاطبای ما از این ور اون ور دنیا خوشگلای کادر درمان هستند که با وجود کرونا باید سر کار باشند. سرزمین آواره ها داستان واقعی زن خانه بدوشی است که سفری پر اندوه به اعماق غرب آمریکا دارد. And the Golden Globe goes to Nomadland. این فیلم جایزه بهترین کارگردانی را برد. کارگردان فیلم
کلوی ژاو دومین زن در تاریخ گولدن گلوب است که جایزه بهترین کارگردانی را به خانه برد. برات دو هم دو جایزه برد. That's not what we do here. I feel bad because I was the one who put the baby in her. And the Golden Globe goes to Borat subsequent movie film. بهترین فیلم کمدی و ساشا بارون کوهن بهترین بازیگر مرد بخش فیلم‌های کمدی و موزیکال. این فیلم بدون مشارکت همبازی من ساخته نمی‌شد. استعداد نوظهوری که سر و کله‌اش یه دفعه پیدا شد و معلوم شد یک کمدین نابغه است. من درباره رودی جولیانی حرف می‌زنم. اما در قسمت سریال‌های تلویزیونی تاج و بازیگرانش جوایز را درو کردند. اما کورن The Crown. جاش اوکانر The Crown. What? اما کورن بهترین بازیگر نقش زن. تو فوق‌العاده با استعداد و با حال و درخشان. خیلی دوستت دارم. Golden Globe goes to Andra Day. آندرا دی، خواننده و ترانه‌سرا، جایزه بهترین بازیگر زن در یک فیلم سینمایی را به خاطر بازی در فیلم ایالات متحده در برابر بیلی هالیدی گرفت. چادویک بوزمن. جایزه بهترین بازیگر مرد هم برای فیلم پایین بارانی سیاه من به چادویک بوزمن رسید که تابستان امسال از دنیا رفت. دانیل کالویا، جودیس دانیل کالویا هم بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برد برای فیلم یهودا و مسیح سیاه. در گولدن گلوب امسال برای اولین بار مشاهیر دنیای سینما از پذیرایی اتاق خواب خود و با پوشش‌های متنوع از لباس مجلسی گرفته تا پیژامه سخنرانی کردند. این مراسم به خاطر همه‌گیری کرونا آن شکوه همیشه گیش را نداشت. گولدن گلوب امسال اما به بینندگان تلویزیونی فرصت این را داد که به خانه‌های ستاره‌های سینما سرک بکشند. کاوه مشکات، بی بی سی. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما را در وبسایت بی بی سی فارسی تماشا کنید، همینطور روی کانال ما در یوتیوب. ممنون از اینکه بیننده 60 دقیقه تا آخر بودید.